یک دست جامعه زنانه زرد و نارنجی بر روی تخت گذاشته شده بود. رو فرشی های سرخ و جواهرات گران و ابزار آرایش در گوشه دیگری از سرا بود. خدمتکار زن با ادب در میان سرا ایستاد و با لبخند گفت: سرورم، آب گرم آماده است. جامعه های مرا برای بامداد فردا تمیز کنید. چشم سرورم. یوتاب برهنه شد و به سوی تشت مفرقی بزرگ پر از آب رفت. برای خدمتکار زن، پیکر ورزیده او با خالکوبی نشان فرمانده جاویدان بر بازو دیدنی بود. یوتاب از روی کنجکاوی به او نگریست. خدمتکار سر به زیر انداخت. سرورم، از نگاه خیره خود شرمنده شدم. پوزش مرا بپذیرید. تا به حال زنی به زیبایی و توانمندی شما ندیدم. پیکر شما بدون هیچ کاستی است. سپس در گوشه تشت زانو زد و بر روی بدن او کاسه آب ریخت و او را شست. پس از گرمابه یوتاب جامه های زیبا را پوشید و رو فرشی های نرم را به پا کرد. خدمتکار موهایش را شانه زد، ناخونهایش را چید، جواهرات زیبا را به گردن و دست او آویزان کرد و چهرهش را آراست و یک روسری نارنجی نازک بر سر او انداخت. یوتاب لبخندی زد و خود را در آینه فلزی جلا داده شده نگریست. چه زیبا شدم. باور نکردنی است. سپاسگزارم. سپس از کیسه خود چند سکه بیرون آورد و به او بخشید. او به تالار پذیرایی کاخ رفت و وارد سرای پذیرایی شام شد. مهربانو همسر او و دخترانش با شگفتی به دوشیزه ای زیبا با جامه‌های رنگین نگریستند. مهربانو با خوشحالی به پیشوازش رفت. چه سرزنده و شاداب شدید. خوش آمدید. شام آماده است. یوتاب در کنار او و با گرانسنگی نشست و به سفره شام رنگین نگاه کرد. همسر مهربانو پرسید: دخترم، در گاری ها چه دارید؟ فرمان روای سرنیکس به کمک های مردمی نیاز داشت. ما هم بخشی از کمک های زلزله زدگان سیساره را به سرنیکس میبریم. مهربانو گفت: چه کار پسندیده ای؟ ما هم 5 گاری جامه و خوراک با شما میفرستیم تا در اختیار آنها بگذارید. فرمان روای سرنیکس مرد خوب و مردمداری است. تا اونجا که میدانم مردم شهر سرنیکس او و خانوادهش را بسیار دوست دارند. اما شنیدم دشمنانی چون جنگجوهای دیوار سرخ دارند. همسر مهربانو پاسخ داد: بله، درست شنیدید، ولی آنها از نیروهای مردمی نیستند. ما نمیدانیم چه کسی آنها را پشتیبانی میکند. هر که هست دوست دارد در شهر سرنیکس سرکشی و آشوب بپا کند و فرمانروای شهر را سرنگون کند. سپاس پروردگار بزرگ که با خود ابزار جنگی نمیبرید، وگرنه این جنگجویان شما را به خون و آتش میکشیدند. مهربانو گفت: ولی من همچنان نگران هستم. 50 سرباز از شهر ببرید. یوتاب لبخندی زد. سپاسگزارم بانو. پسندیده است سربازهایتان را برای پاسداری از شهر نگه دارید. آسوده باشید. کسی با ما نبرد نمی کند. همسر مهربانو با ناباوری به یوتاب و مهربانو نگریست. سپس یوتاب اندیشمندانه خاموش شد و خوراکی در پیش دستی گذاشت و سرگرمه شام شد.